سلام تو این ویدیو قرار هستش که درباره هویت ساز تنبک با شما عزیزان صحبت بکنم من بهنام معصومی هستم نوازنده و مدرس سازهای کوبه در کانال من ویدیوهای مربوط به آموزش ساز تنبک بارگذاری میشه اگر که دوست دارین ساز تنبک رو یاد بگیرین کانال من سابسکرایب بکنین و اون زنگوله کنارش هم بزنین که هر موقع ویدیویی بارگذاری کردیم یوتیوب شما رو باخبر کنه مرسی سلام به همه عزیزان امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز قرار هستش که درباره هویت ساز تنبک باتون با صحبت بکنم همونطور که میدونین ساز تنبک جز سازهای کوبه ای هستش و یکی از اصلی ترین ساز کوبه ای در موسیقی ایرانی هویت ساز تنبک همراهی کننده است یعنی برای همراهی کردن ملودی انتخابش میکنن ولی خودش قرار نیست که یک ملودی رو اجرا بکنه خود ساز تنبک ریتم رو اجرا میکنه موسیقی که امروز میشنویم اجرا میشه از دو تا عنصر خیلی مهم تشکیل شده یکی ملودی هستش و یکی هم ریتم سازهای کوبه ای قسمت ریتم رو بر عهده دارن و بخش ملودی مربوط میشه به سازهای ملودیک مثلا مثل تار، ستار، کمانچه، سنتور، گیتار، ویالون، پیانو و یا سازهای بادی مثل نی، مثل فلوت و بقیه سازها پس ببخشید <تصفح> پس سازهای کوبه بخش ریتمو به عهده دارند. میتونم اینجوری بهتون بگم که شاید بگیم حرف اصلی و ملودی میزنه ولی هیچ وقت به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده باید یک نظمی داخل تمام اون اسواتی که داره داشته باشه که تبدیل به یک آهنگ بشه اگر که اسوات در کنار هم با یک نظمی چیده بشن اون موقع آهنگین میشه و تبدیل میشه به یک قطعی که گوشنواز باشه و حالا کار سازهای کوبه چیه؟ در زمانی که یک قطعه ای داره اجرا میشه از سمت یک گروهی یک گروه موسیقی نشستن و قطعه رو اجرا میکنن کار ساز کوبه ای در بخش اول و مهمترینش نگه داشتن ریتم هستش یعنی داره ریتم رو نشون میده به تمام نوازنده های ملودی که نشستن و اونا گوش میکنن به ساز کوبه ای و ملودی نوازیشون رو انجام میدن این کاری که ساز کوبه ای انجام میده باعث میشه که نوازندگان ملودی راحت تر بتونن ساز بزنن و اشتباه نکنن و از ریتم خارج نشن برای شنونده هم قابل هضم تر میشه وقتی که ساز کوبه ای باشه میتونن ریتم رو تشخیص بدن به ملودی گوش میدن ولی ریتم هم میتونن تشخیص بدن و خب اون وقت بیشتر میتونن همراه اون موسیقی باشن درسته که ساز تنبک در سالیان اخیر به درجه رسیده از لحاظ توانایی در نوازندگان پیشرفتی داشته این ساز که سولیستن و تکنوازی میکنن منتها مدت زمان تکنوازیشون خیلی کوتاه هستش به خاطر اینکه طیف صدایی ساز تنبک درسته که رنگامیزی زیادی داره به خاطر تعداد زیادی از تکنیک هایی که میشه اجرا کرد باهاش ولی طیف صداییش در یک محدوده هست و از اون محدوده خارج نمیشه برای همین از یک مدت زمانی بیشتر به تنهایی میتونه خسته کننده باشه برای مخاطب البته همه سازها هم این ویژگی رو دارن منتها اون طیف صدایشون بیشتره و دیگه به جای دو دقیقه سه دقیقه پنج دقیقه شاید 20 دقیقه شاید نیم ساعت شاید یک ساعت دیگه بستگی داره که چقدر از قسمت های مختلف موسیقی و نوازنده بخواد استفاده کنه از بخش های مختلف ردیف مثلا بخواد استفاده کنه مدگردی های زیادی انجام بده که مخاطب خسته نشه توی یک فضای موسیقایی نمونه خب ساز تنبک هویتش همراهی کننده است یعنی میتونه که در کنار یک ساز ملودی مثل تار مثل ستار مثل سنتور ساعتها باشه بزنه و بسیار شیرین هستش و خیلی زیبایی میده به کار اگر که شما سنتور تنها رو بشنوین قشنگه ولی اگر در کنار ساز تنبک باشه زیباتر میشه ساز تنبک در یک مدت زمانهای کوتاهی همونجور که بهتون گفتم زیباست ولی از یک مرحله به بعد تلفیقش با موسیقی که ملودی باشه زیباتر و قشنگتره. پس ساز تنبک هویتش همراهی کننده است یا آکمپانیمانه ما باید به این فکر بکنیم که 80 درصد زمانمون یا 90 درصد زمانمون رو صرف این بکنیم که چطوری میتونیم به بهترین شکل یک موسیقی رو همراهی کنیم یک ساز ملودی رو همراهی کنیم هم باعث حزم شنیداری مخاطب بشیم از لحاظ ریتم اون قطعه هم باعث احساس راحتی برای نوازنده ملودی داشته باشیم که داره ملودی رو میزنه ریتمان بشنوه و راحت بتونه کارشو انجام بده هم در راستای انتقال حس اون نوازنده ملودی یا در راستای انتقال حس اون آهنگسازی که برای یک گروه آهنگسازی کرده ما بتونیم تأثیر گذار باشیم و اون حس رو ما هم بتونیم به مخاطب انتقال بدیم برای همینه که خودش هویتش سازی هستش که همراهی کننده است ولی باید تلاش بکنیم که بهترین همراهی رو داشته باشیم من منکر این نمیشم که یک تکنواز میتونه که احساسهای مختلفی رو در سازش پیاده بکنه و انتقال بده میتونه که یک نوازنده کوبه ای خودش قطعاتی بر اساس ریتم های مختلف بر اساس سازهای کوبه مختلف بنویسه و اجرا بکنه و یا یک گروهی رو داشته باشه که براشون آهنگسازی ریتمیک انجام بده من هم خودم در رزومه کاریم خیلی از این اتفاق افتاده و میتونید ببینید ولی با این که من میگم باید نوازنده توانایی اینو داشته باشه که خودش بتونه آهنگسازی ریتمیک انجام بده خودش بتونه قطعات مختلف بنویسه و تنظیم بکنه و خودش باید بتونه یک نوازنده سولو باشه و تکنواز خوبی باشه برای سازش تمام اینو به کنار من اعتقادم بر این هستش که حداقل حد 80 درصد زمانتون رو به عنوان یک نوازنده حرفه‌ای در این ساز باید صرف این بکنید که چطور همراهی کننده خوب باشید و کمک بکنید به موسیقی برای انتقالش این ویدیو رو درست کردم برای اینکه بدونید ساز تنبک چی هست و به کجا داریم میریم و چه کارهایی میخوایم انجام بدیم امیدوارم که مطالب این ویدیو براتون مفید باشه هر سوالی داشتین کافیه فقط به واتساپ من پیام بدین من در خدمتتون هستم و تمام ویدیوها رو پشتیبانی میکنم بابت هر موضوعی و هر کدوم از درس اگر توضیح بیشتری خواستین در خدمتتون هستم امیدوارم که خوب و خوش باشید همیشه دست به ساز باشین همیشه تمرین بکنین همیشه کامنت برام بذارین لایک بذارین زیر ویدیوهای من این باعث میشه که انرژی بیشتری بگیرم برای ادامه کار مرسی خوب و خوش باشین. تا بعد میبینم.